همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن در استرالیا علیرضا چه اطلاعاتی از دیدار پیش روی مقامات ارشد هماس و فت در چین داریم واکنش ها به تلاش چین برای میانجیگری چی بوده سیما وزارت امور خارجه چین از آمادگی این کشور برای میزبانی نشست آتی با حضور مقامات ارشد جنبش های حماس و فد با هدف آشتی میان طرف های فلسطینی در پکن پایتخت چین خبر داده آیلین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی خودشون در سه شنبه 16 ژوئیه 26 تیر ماه گفت که در ارتباط با نشستی که حالا قرار هستش آنطور که گفته شده 20 و 21 ژوئیه شنبه و یک شنبه پیش رو برگزار بشه اعلام کرد که چین همیشه از جناهای فلسطینی در دستیابی به صلح آت... و آشتی آن هم از طریق گفتگو و مشورت حمایت میکنه و پکن آماده است تا فرصت ها و بستر رو برای همه گروه های فلسطینی برای انجام گفتگو با هدف آشتی فراهم بکنه اوایل هفته جاری دو مقام ارشد فد و حماس به خبرگزاری رویترز گفته بودند که ماه ژوئیه ماه جاری میلادی مقامات حماس و فد با هدف کاهش اختلافات خودشون مذاکرات وحدت رو در پکن برگزار خواهند کرد اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس ریاست گروه هماس و همچنین محمود العالول معاون رئیس جنبش فتح هم ریاست گروه فتح رو در این نشست پیش رو بر عهده خواهند داشت به گفته از زامل احمد یکی از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح آی وانگی وزیر امور خارجه چین 21 دواز... ژوئیه و 23 ژوئیه سی... با جناهای فلسطین دیدار خواهد کردش البته این دو گروه به صورت جداگانه هم با یکدیگر دیدار خواهند کرد با این حال وزارت امور خارجه چین نتونسته صحبت ها و اظهارات از زامل احمد رو پیرامون دیدار رو وزیر امور خارجه چین با چناهای فلسطینی تایید بکنه چین از دیرباز رابطه‌ای دوستانه با رهبران فلسطینی داشته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پنج بار به چین سفر کرده آخرین بارش جوان سال گذشته میلادی بوده تلاش‌های قبلی چین برای میانجیگری میان جنبش های فرد و حماس از جمله نشست مشابهی که ماه آوریل سال جاری میلادی برگزار شد نتایج ملموسی رو به همراه نداشت و برنامه ریزی چین برای این نشست پیش رو نشانی است از تلاش های پکن برای اینکه خودش رو به عنوان یک میانجی صلح نشان بده چینی که سال در سالهای اخیر بسیار تلاش کرده برای گسترش روابط و نفوذ خودش در خاورمیانه سناتور کلر چنل رئیس کمیته مراجع امور خارجی دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا در واکنش به میزبانی چین از مقامات ارشد هماس و فتح در حساب ایکس خودش نوشت که چین درست به مانند حمایت خودش از حمله روسیه به اوکراین و تعمیق روابطش با جمهوری اسلامی و شبکه های تروریست اون نشان داده که چقدر در حمایت از بازیگران بدی که فکر میکنن میتونن نظم بین المللی رو دوباره به نفع خودشون شکل بدن جدیست ممنون است و همکارمون علی رزا محبی که از ملبورن استرالیا همراه ما بودیم